چه میکنه پوتک؟ سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور متورین؟ یه لحظه فوکوس اوکیه. خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال مستر چک. توی این ویدیو میخواییم بریم سراغ فری استایلای پوریا پوتک روی بیتایی که فرستاده بودن براش، که برنده هاشو قرار بود بفرسته توی کلاسای آهنگسازی کچی بیتس. بریم ببینیم که چه کرده. فقط قبلش اگه تا ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، زنگوله کنارشو بزنین و با لایک و کامنتتون از ما حمایت بکنین. اینستاگرام ما رو اگر ندارین اینجا گذاشتم مستر چک آندرلاین، اونجا هم فالو بکنین، اونجا هم یه خبرایی هست غیر از اینجا. بریم ببینیم که چه کرده. این ویدیو تقریبا برای 10 15 روز پیشه ولی نرسیدیم که ضبطش کنیم و گذاشتیم که با هم دیگه بشنویم. یه سری بیت ارسال کردم برای پوتک که قرار بود 5 نفر یا 10 نفر رو مهمون به با هزینه خودش مهمون کلاسای کچی بیتس کنه. پوتک کچی بیتس خاطی کردم. کلا بعد از اون بتله خدا رو شکر روابطشون حسنه شد و دیدن که دارن رکورد میزنن. فکر میکنم موزیک ویدیو بوشیدو که توی یوتیوب پوتکه 1 میلیون رو رد کرده، 1 میلیون ویو رو رد کرده، توی عید اومد دیگه. چند وقت میشه؟ 4 ماه تقریبا. توی 4 ماه 1 میلیون ویو رو رد کرد و دمشون گرم. و الان هم دارن روی یه آلبوم مشترک کار میکنن که آرتیست اصلیش فکر میکنم پوتکه و کل آهنگسازیاش با کچی بیتسه. بریم ببینیم که چه کردن کسایی که برای پوتک بیت فرستادن، ببینیم چه جوریه. من خیلی تعریفش رو میگم. 1 2 3 خب بچه ها میریم سمت اولین بیت، اولین پرودیوسر حرفه‌ای ما و جوان و دلنگیز ما. سوتون بذار حداقل شروع بشه بعد تبلیغات بسارش. Be ready to work in demand industries. قشنگه. ولی چون کپی رایت نخوری میزنیم که بره. شاید آهنگ خاصی باشه. آقای عرفان هستن. عرفان بیتز. چرا همتون یه زد تش میذارید؟ ولی خب حتما یه دلیلی داره دیگه. به ما ربطی نداره. ما همون رفتیم بخونیم کافیه. بریم ببینیم چه بیتی زده و این سلطون چه کرده. Let's go. عرفان بیتز. با حال بیت پس شروعش دارم. جلوم صف بود رو کف سه تا لاینه، برعکسش کن وقتی جلوت سه تا ناینه. شیش 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 پوریا پوتک هایپه، نمیخوره بهم تایپت، خیلی سیکرت و پرایویت. فلبدای داره میخونه دمش گرم. پوتک هایپه، نمیخوره بهم تایپت، خیلی سیکرت و پرایویت. ایوان عالیه. خدا کنه ملودیش یه تغییر کنه. اوف دو 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 عالیه بیت. دیگه تو بدنم جونینی الان، ولی انقدر دوستت دارم میام خون میدم برات. همه دوست پسر قبلیات الان خیلی فیل به داهی میبینی روبیتم برات. یه آه این تیکش دیگه بومبه. ای برای فار عالیه این بشر. البته یه چیزی رو یادمون نره، این اولین بیته و هنوز کلی بیت دیگه مونده که قراره با هم گوش بدیم. درسته من ازش تعریف میکنم ولی شاید برنده کسی دیگه باشه و شاید هم برنده خودش باشه، ولی من باید همه رو با دقت گوش بدم و آخر ویدیو برنده رو اعلام میکنم. خب اول عرفان بیت رو الان شنیدیم، ببینیم که بریم سمت بیت شماره این 4 باشه. دو. خب بچه‌ها میریم سمت بیت شماره 2. بیت شماره 2 رو علی مو بیت زده. بریم ببینیم چیه و نظرمون در مورد این پرودیوسر جوان و زیبا بگیم. لتس گو. بهتر کونا اسمش علی ماو. میاو. چه اسمایی زدن. آه.
میکنه بدود منو ترویجم، منو که سکان بگیرم میگیره سرگیجم. دودی نباشه اون ترجیحن، چون واسه گل پولی نمونده من ترجیبم. میدونی بیب با اینکه دوست دارم من خب همیشه، ولی وقتی خرجت بره بالاتر نمیتونم بمونم دیگه من پیشت، چون واسم یکی مثل تو کمه، این چیزا جزو اخلاقای روکمه، دودای حلقه این مال پوکمه، میدونی عشق دوم من کوکمه. و... زده های خورد. من اینجای بی تو دوست ندارم، رید تو مودم، ولی اولش خیلی خوب بود، شاید بد سلیقه منم، اولش خیلی قشنگ شروع شد. کوکب خدافزی کن، دست داری خدافز. اولش خیلی قشنگ شروع شد، بعد وسطشو دوست نداشتم، ولی خب من باید با دقتی بیشتری هنوز این بیتو گوش بدم، واسه اینکه وقت ویدیو زیاد نشه برای بار دوم اعلام میکنم برنده 5 نفر برتر رو آخر ویدیو انتخاب میکنم. بریم سمت بیت شماره 3. این علمیو بود قبلیه، اولی عرفان بود، دومی علی. بریم آمی، آمی فازی. دارکه، موزیک کمی دارکه باله. چشامو کری به راحتی خیس، خوشت میومد از ندیدنم. قلبم از جنس کاغذی نیست، میشه یه بار بهم نگی نرم. خدایی اینا فلبدو هست، اگه فلبدو هست تو دمش گرم. البته پوتک ثابت کرده توی اون بتلایی هم که با فیمس حاجی داشت، اونا هم انصافا قدر بودن. دلم تنگ میشه، راه حلی نیست، شما صد آدم غریب منم. پوتک اون مرد پاپتی نیست که دستبندش رو روی زری زدن. کلید نیست دیوار و صدر رو پریدم، شمشیر رو نیمشه و سر و سپر رو دریدم. لات نشه واسه من که روحم مرده، این تن نصفش شیره و نصفش گرگه. آه لاتیه خیلی خوبه، همیشه روش لاتیه دار که غمگین خون. ای ول ایمی آه داره دودم دودم میگیره دلم وقتی میاد چنگه میریز سنگ. ببخش بچه چرتو بندیدم. عالی ایمی، بیت خیلی خوب بود، خیلی من عاشق بیت های سادم، کلا بیت های ساده، الان بیت های مدرن ساده است دیگه. اگه بیت های هیپ هاپ آمریکا هم گوش بدید قشنگ ساده و میره دو سه تا ملودی گوزو زیرش میاد، تمام شده. به خدا بیت همینه، خلاقیتی که باید روش به کار ببرید ملودی های خاص‌تری رو تولید کنید که دیگه همه شبیه هم نباشه. بریم سمت بیت شماره 4. خب گایز بریم سمت بیت شماره 4، کاری از اوستا. ببینیم چه کاره داشت اوستا بود. اوستا این چه دارکیه. متاسفانه بعد از آپلود ویدیو فهمیدم این بیت اسکی است و به خاطر همین هر چند لحظه آهنگ قطع میشه که کپی رایت نخوره. این نمیتونه ایرانی چه این بیتی بزنه، خیلی خوبه. باریکلا یه چه خبر؟ اصلا من روی نمیخونم بچه، این که اصلا باید سالها روش وقت گذاشت. وای بوم این بیت وشر اوستا، اوستا تقلب کردی، یه حس دارکی میده. ولش کن بچه، بذارید همینجوری که داریم بیتو گوش بیدیم یه تصویرهای دارک پرستتون بیارم بفهمیم منظورم چه. خب دیگه چه خبر؟ فیلم دارک هم نشون داد. پشمام ایوه، خیلی خوب بود، من بعید میدونم اینو این زده باشه، مردی بی دایرکت پروژه بود. خیلی خوب بود، باریکلا اوستا، باریکلا، خیلی حال کردم. بریم سمت بیت شماره 5، دارک تان ترپ چاینیز. دارک تان، متاسفانه از آپلود ویدیو فهمیدم این بیت هم اسکیه و به خاطر همین کلا اسکی فرستادن که براش. ترپ چاینیز اسکیه، لیتس گو. کلا تقلب تو خون رمزی هست، چرا؟ بریم بعدی بچه ها، بریم چون یه فایده رنده میرینه تو حالمون. عزیز دلم این کراس بود چی بود؟ رید این تیکشو، خیلی بیت خشنگ بود. بریم What if I told you that this is your chance to ace the skill of the future? Yes, with 58. بریم برای بعدی، ببینیم که نظر شخصی ما، شاید الان بعضیا بگن بابا زر نزن، خوب بود. باشه زر نمیزنم. سرعت اینترنت خوب بود.
خب بچه ها میریم سمت بیت بعدی ببینیم چه کرده. اسمش چیه؟ مرسی که کل کسایی که فرستادن اسی بوده. شیاو شو موزیک شیاسول. من زیاد اینو نیستم، البته اصلا بد نیسته، یعنی تو نحوه تکست نوشتن اینو نیستم. امیدوارم دست من ناراحت نشه، ولی حتما بیتش عالیه، ولی اگه من قرار باشه روی چنین بیتی تکست بنویسم نمینویسم. و اینکه بگم اصلا قرار نیست اینجوری انتخاب کنم چون من نمیتونم روی بنویسم، سبکی کار من نیست، نه اصلا اینجوری انتخاب نمی کنم. آخر سر برنده ها رو اعلام میکنم بهتون. بریم سمت بیت بعدی. این بیت شماره 7ه. تا الان فقط اون دوتای اولی اسکی نبودن، ستای اولی اسکی نبودن تا ایمی. بیت خیلی خوبی بود، دوست داشتم نحوه آهنگسازی و خیلی لذت بردم. من خیلی بیتای اسلو تمپو پایین رو خیلی دوست دارم، با این بیتم خیلی حال کردم، مطمئنم به جای خیلی خفنی میرسه اگه هدف اصلیش باشه. ولی اصولا تعداد کمی از آهنگساز ها خیلی جدی این هدف رو دنبال میکنن، بعضی مثلا میان یارو مودش باشه میزنه، اینجوری هن. ولی خب کلن آهنگسازی چیزی که من هیچ وقت سمتش نرفتم. یه مدتی بودم آلبومای اولم هم خودم آهنگسازی میکردم، ولی خب هیچ وقت سمتش نرفتم، بیشتر دوست داشتم هدفم بود تکست گفتم باشه تا آهنگسازی. ولی دمت گرم، خسته نباشی. بریم سمت هشتمین. خدای این دیگه اسکی نباشه. دریک تایپ دیده بودیم، تراویس اسکات تایپ، بزیلی هم اومد تو دمش کم. بزیلی ببینیم بزیلی تایپ چیه که آرشا زده. بزیلی 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 ببینیم بزیلی تایپ چیه. برو بیا دیگه شروع شو پسر. نمیخونی؟ On the beat, baby, please, yo. Oh. Meow. این مثلا کدوم تایپ از آهنگه بزیه؟ ولی به سبکش میخوره این. خیلی، اگه با هدفون گوش بدید، این قسمتش چپ و راست میشد، خیلی خوب بود. آرشاون، یعنی چی؟ نون فامیلیشه، مثلا آرشا نونوایی. زیری زدم کنیم آرشا نمیخونی؟ مثلا این چیز اضافه میشه بهش یا نه همین میره. من میتونی سادر خیلی دوست دارم، ولی خود کنم حداقل یه چیز ریزی روش اضافه شه. برو نه تا همینه، تا همینه. بیت شماره 9 وای جی پروت فور پوتک. این بیت برای من زده عزیزم. یه ببینیم چی زدی. نومیه این خوبه. چه لشیه. نمیخونی یه داداش؟ خیلی خوبه، خیلی روش میشه فلورم. اسمش هم خوشم میاد، اسمش هم خواسته بسره وای جی پروت. اینجاش هم باحاله، خیلی دوست دارم. میدونی تو تایپ گانا و تراویس اسکات قاطیه. خیلی لشه بیت، خیلی لشه. دمت گرم داداش، خیلی قشنگ، خیلی حال کردم با بیت، خیلی قشنگ بود وای جی پروت. آدم به این فکر میکنه ما چقدر استعداد داریم ولی دیده نمیشن، یعنی توف تو این زندگی. و اما آخرین بیت، آرش ام 2 که اسشو با دلار می نویسه. ببینیم این آرش ام 2 ما چه کرده. فقط خلاقیت ها، همش خلاقیت ها. شوت
جدید اضافه میشه به بیت. نمیخونی؟ نمیخونی. کلاً قشنگه، سبک باله. خدایا قشنگه. بچه‌ها یک سوالی که این وسط پیش میاد، چرا از بین این همه آهنگ 10 تا انتخاب شد؟ به خاطر اینکه شاید باورتون نشه خیلی از موزیکا واقعا چرت بوده، جدی دارم میگم. مثلا با آهنگ پتومت، مثلا تاپ تاپ عبازی اینجوری، مثلا یا با مثلا با یک اپلیکیشن نشستن اینجوری اینجوری زدن، قشنگ معلوم بوده خیلیاش خیلی مسخره بود. بعد از بین اون همه نمیشد مثلا من بیام 10 تا پارت پرودوس بسازم اینجا مثلا واسهتون بزنم؟ واقعا خسته کننده میشد، واقعا ویدیو خسته کننده میشد، اصلا یه چیز عجیبی میشدش. برای همین تصمیم گرفتم از بین اون همه 10 تا رو آوردیم بیرون، از بین این 10 تا 5 تا رو میاریم بیرون بر طبق یک زمانبندی خاصی، یعنی مثلا یک ماه بعد. خودم فکر میکنم 5 تاشون انتخاب بشن دیگه، چون 3 4 تاشون که اسکی بود کلا. بذار بریم از جلوتر برنده هاشون هم چیز کنیم، یه ویدیو طولانی شد. دو بار این بالا بردن برو. آها اینا برنده شدن، ایول همونا که حقشون هم بود. دمشون گرم، دمتون گرم که تا آخر دیدین. فقط اون دو سه تای اول فریستایل رفتش، هر یه کلشو احتمالا بذارم توی تدوینش. خیلی چاکریم، مرسی که تا آخر نگاه کردین. این هم چون گفتین از پوتک پرو، یه آهنگای پوتک رو تموم کردیم، بریم سراغ ویدیوهاش. خیلی چاکریم، مرسی که تا آخر نگاه کردین. سابسکرایب و زنگوله و لایک و کامنت و اینا رو هیچ کدوم یادتون نره. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. قربان شما، مثل چک. به مرتضی تو بگو بد خدا داشته باشی، به مرتضی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمیکنم. تو داشی نهی تایتون گرم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار.